سالانه میلیون ها عکس توی دنیا گرفته میشه که از موارد طبیعی و واقعی گرفته شدن و این عکس ها وقتی منتشر میشن میتونن تا سر حد مرگ آدمو بترسونن. البته یه سری از این عکس ها قطعا فتوشاپ میشن ولی یه سریشون کاملا واقعی هن. امروز میخوام در مورد 3 تا از عکس هایی که نمیدونیم واقعی هستن یا نه توی این ویدیو بشنویم. این عکس ها خیلی عکس های ترسناکی هستن. بهت پیشنهاد میکنم حتما تا آخر این ویدیو همراه من باش. بزن بریم. سلام قایقنگا، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به کانال من. همونطور که اول ویدیو گفتم میخوام امروز در مورد 3 تا از عکسای خیلی خیلی ترسناک تعریف بکنم که از خدا که پنهون نیست، از شما هم پنهون نباشه، من از این 3 تا عکس واقعا میترسیدم. ببین واقعا میترسیدم تا زمانی که رفتم در موردشون خوندم که ببینم اصلا از کجا اومدن و قضیهشون از چه قراره. هنوزم میترسم. اگه دوست داری ببینی چه خبره، ویدیوها به ترتیب قراره ترسناک تر بشن. یکی از عکسایی که به نظرم خیلی ترسناکه همین عکس هستش. عکس دختری که داره توی آینه نگاه میکنه، همه چی طبیعی به نظر میاد تا زمانی که دختر میچرخه به طرف دوربین و انعکاسش توی آینه به ثابت میمونه و به طرز وحشتناکی در میاد. در اصل این عکس یک اسکرین شات از یک ویدیو هستش که تو سال 2008 توی کانال منتشر شده بود و تیتری که این کانال یوتیوب برای این ویدیو گذاشته بوده اینه: Creepy Great Ghost Girl in the Mirror، یا روح کینه‌توز دختر در آینه، یا چه چیزی. و این ویدیو 110 میلیون حدوداً ویدیو داشته، 111 میلیون ویو داشته. اگه نگاهی به بقیه ویدیوهای این کانال بندازید میبینید که تمام ویدیوهای این کانال در مورد روح و این چیزا هستش که کاملا هم ویدیوهاش همش ادیت شده هستش. اومدن از روی این ویدیو اسکرین شات گرفتن و تو زمان خودش هم این قضیه خیلی خوب ادیت شده و به نظر من هنوز هم که هنوز این عکس کاملا ترسناکه. قضیه تومینوس هل برمیگرده به یک شعر معروف و قدیمی ژاپنی. میگن که اگر که خودت توی ذهنت این شعر رو بخونی، یا یعنی اگر یک نفر برات بخونه هیچ اتفاقی نمیفته، ولی اگر این شعر رو با صدای بلند بخونی نفرین میشی و یه عالم اتفاق بد برات میفته. این شعر تو سال 1919 به وسیله یاسو سایجو گفته شده و این نقاشی همیشه با این شعر در ارتباط بوده. تو سال 2016 کسایی که میخواستن کریپی پاستایی در مورد این شعر بگن، نقاشی و شعر رو با هم دیگه می آوردن و با وجود اینکه کریپی پاستاها همونجور که قبلا هم بهتون گفتم فیک هستن، حتی میتونیم بگم در 100% موارد یا در 99% موارد فیک هستن، ولی به نظر میرسه کسایی که به این قضیه این شعر و این زن اعتقاد دارن واقعا نفرین شدن و یه اتفاقی براشون افتاده. اگر یکم سرچ کنین در مورد بک‌گراند این نقاشی، میبینیم که نقاشش زنی هستش به نام یوکو که توی سال 1999 این نقاشی رو کشیده، ولی به نظر میرسه که قدیمی تر باشه. اسم این نقاشی هست I can no longer become your bride، یا دیگه نمیتونم عروست باشم، یه همچین چیزی. این نقاش نقاشی های ترسناک دیگه هم توی وبسایتش گذاشته، ولی هیچکدومشون به اندازه این ترسناک نیست و در اصل این شعر و این نقاشی هیچ ربطی به همدیگه ندارن، بلکه به همدیگه ربط داده شدن. احتمالا خیلیاتون این عکس ترسناک رو توی اینترنت دیدید. نمیدونم که وقتی دیدینش حس ترستون چقدر بوده، اصلا ترسیدید یا نه، و اصلا که فکر میکنید این عکس واقعی هستش یا نه. بیا قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید برام کامنت بذارید ببینم نظرتون در مورد این عکس چی بوده، بعد بیاد ببینید که قضیه واقعا از چه قرار هستش. اگر کامنت گذاشتید بشنوید قضیهش از چه قرار بوده. اول از همه به نظر میرسه که این عکس یه فتوشاپ هستش، ولی یه یوتیوبری به نام ساکورا استارداست تو کانالش در مورد این عکس سوال پرسید و گفته بوده که کسی میدونه این قضیهش از چه قراره، اگر که میدونید بیان کامنت بذارید. و توی یکی از این کامنت ها یه نفر نوشته بوده که این عکس مربوط به یه سریالی هستش به نام Tales of Terror from Tokyo. حالا اگر گوگل کنی میبینی که بله، یه عکس از این سریال توی
اینترنت هست، با این تفاوت که عکسی که از این سریال هست روحی که توش هستش چشم نداره. به نظر میرسه که یه نفر از این سریال یه اسکرین‌شات گرفته، یه چشم گذاشته روش و منتشرش کرده، ولی دقیقا این عکس متعلق به این سریال نیست، بلکه این از یه فیلمی میاد که از این سریال اقتباس گرفته شده به نام The Two of Us. این فیلم تو سال 2005 منتشر شده و اگر که نگاه کنیم میبینی که آره این روح همون جا هم هستش و پس این روح از اونجا آمده. ولی یه سوالی که باقی میمونه این هستش که پس این چشم از کجا آمده؟ حالا من دقیقا مطمئن نیستم، ولی توی یکی از کانالهای یوتیوب یه تیکه از فیلم گذاشته شده که توش روح، اون روح سیاه چشم داره و به نظر میرسه که از اونجایی که زاویه دیدش با زاویه دید اون عکس پشت پنجره یکی هستش، یه نفر اومده و چشم‌های این روح رو فتوشاپ کرده برای روحی که ما داریم می‌بینیم گذاشته. اگه تا اینجای ویدیو همراه من اومدی ممنونم. این نشون دهنده این هستش که تو به این موضوع علاقه داشتی. پس اگر علاقه داشتی حتما برام در موردشون کامنت بذار که نظر در مورد اینها چیه و آیا تو هم می‌ترسیدی مثل من یا نه. من واقعا با وجودی که قضیهشو الان فهمیدم ترسم شاید نصف شده، هنوزم ازش می‌ترسم. لایک ویدیو یادت نره. من واقعا نگاه میکنم به لایک ها ببینم که کدوم ویدیو بیشتر طرفدار داشته و اینکه کانال رو سابسکرایب کن. ممنون میشم اگر این کارو بکنی و حتما برام کامنت بذاری که ثابت نپره، چون ظاهرا یوتیوب به فیلتر شکنه که از ایران هستن داره گیر میده و دوستم کنار هم دیگه باشی. مرسی که تا اینجا دیدی. مثل همیشه باید بهت بگم که مراقب زیبایی هات باش. یادت نره دوستت دارم و توی ویدیو بعدی میبینمت. لنگ.